شرایط در مناطق سیل زده همچنان بحرانی و فاجعه بار است بر اساس گزارش های سریح مقام های محلی استان من جمله فرماندار و امام جمعه و دیگر مقام های استانی هنوز ابتدایی ترین نیازهای نیاز های مردم معمولان و پل دختر تامین نشده است فرماندار پل دختر در گفتگو با شبکه استانی لورستان اظهار داشت هنوز نتوانستند بسیاری از مردم آسیب دیده پل دختر را اسکان دهند و مردم همچنان در شرایط اضطراری در میان گلولای ماندند. گزارش های مستقیم که از منطقه منتشر می شود حاکی از وخامت اوضاع در آنجاست. امام جمعه معمولان در یک گفتگوی تصویری اظهار داشت. مردم معمولان 72 ساعت است غذا نخوردند. آب و غذا ندارند و راه های ارتباطی همچنان قطع است. حتی آرد و دارو در مناطق تمام شده است و نه نیروهای ارتشی و نه امدادی در این مناطق حضور ندارند. مردم اعلام می کنند که حتی پتو ندارند و این در حالی است که همه امکانات مردم در منطقه از بین رفته است. فرماندار پل اعلام کرد حتی اگر کاری برای امداد رسانی به این مردم و تأمین غذا و آب مردم نمی شود نیروهای امدادی و انتظامی حداقل در پاکسازی معابر و خانه ها به مردم کمک کنند تا مردم بتوانند به زندگی عادی برگردند و خودشان کاری برای زندگیشان بکنند هلال احمر ایران برای اولین بار در بحرانهای اخیر در کشور درخواست نان و آب کرده است. و مقام های استانی اعلام می کنند نیروهای امدادی در منطقه اصلا کافی نیستند بر اساس اظهارات فرماندار و امام جمعه از سرنوشت هفتاد روستای منطقه در حوالی پل دختر و معمولان اطلاعی در دست نیست و اقدامی برای رسیدگی به وضعیت این روستاها صورت نگرفته و راههای ارتباطی با آنها قطع است و نمی دانند که چه بلایی سر آنها آمده است کارشناسان تاکید می کنند. اگر اقدامی برای نجات مردم از این محلکه صورت نگیرد فاجعه انسانی به بار خواهد آمد و اگر امدادرسانی سریع وضعیت را به حالت عادی نزدیک نکند موج بعدی بارش، آب شدن برف ها، گرم شدن هوا، انباشت فاضلاب و سیلاب در منطقه مردم گرفتار در گلولای را بیچاره خواهد کرد. تصاویر منتشر شده از استان هاکی از این است که مردم تلاش کردند پاکسازی را خودشان آغاز کنند اما حجم خرابی و انباشت لجن در خانه ها، مسیرها، کوچه ها و خیابان ها به حدی بالاست که امکان پاکسازی مسیرها و پاکسازی منازل با امکانات فردی غیر ممکن است. مردم مظلومانه در میان گلولای گرفتار شدند و با حداقل امکانات دارند تلاش می کنند وضعیت زندگیشان را به حالت عادی برگردانند. بر اساس گزارش ها و بر اساس اظهارات امام جمعه معمولان حتی دارو هم در مناطق معمولان به اتمام رسیده و هیچ اقدامی از طرف سیستم درمانی کشور برای رسیدگی به وضعیت بیماران آنجا صورت نگرفته است. اما در همین حال وزارت بهداشت اعلام می کند کمبود دارو در مناطق سیل زده کذب است گزارش شبکه های رسمی جمهوری اسلامی همچنان از امداد رسانی مناسب در مناطق سیل زده خبر می دهند و اعلام می کنند کمک رسانی با قدرت در این مناطق ادامه دارد گزارش های شبکه های رسمی جمهوری اسلامی گفتند مردم مناطق سیل زده اسکان داده شدند و هیچ اشاره به وضعیت وخیم استان نمی کنند تا حداقل با توضیح شرایط بر مردم مردم را ترغیب به کمک رسانی به این مناطق کنند تنها گروه فعال در این حوزه فعالان اجتماعی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هستند که تلاش می کنند با اطلاع رسانی درباره این وضعیت شرایط را تشریح کنند و مقام های جمهوری اسلامی را برای امدادرسانی درباره این وضعیت تحت فشار قرار دهند. همه گزارش ها, ها کیست که در شرایط اخیر فقط مردم دارند به هم کمک می کنند و امدادرسانی رسمی در مناطق بحران زده پل دختر و معمولان به کندی پیش می روید و جوابگوی حجم وسیع خسارت ها و بحران هایی که در مناطق وجود دارد نیست. در حالی که شبکه های رسمی جمهوری اسلامی همچنان از انتشار اخبار گسترده درباره سیل و بازنمایی حجم وسیع مشکلاتی که در منطقه سیل زده وجود دارد خودداری می کنند و در سکوت خبری به سر می برند رئیس جمهوری اعلام کرده است مردم با حضور خود در صحنه علاوه بر امداد رسانی به آسیب دیدگان با استفاده از تلفن های همراه خود با ارسال عکس و فیلم به اطلاع رسانی سریع کمک کردند وی البته اظهارات خود درباره وضعیت سیل که در روز عید مبعث در دیدار جمعی از وزرا، مدیران دستگاه های اجرایی، مسئولان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایراد کرد اظهار داشت صدا و سیما هم با اطلاع رسانی به موقع و هشدارهای لازم به کاهش تلفات ناشی از سیلاب کمک کرد صدا و سیما به جز شبکه های استانی آن هم در حد بسیار محدود کمترین اقدام را حتی در حوزه اطلاع رسانی و هشدار درباره سیل انجام دادند. این کوتاهی و سکوت خبری درباره سیل و همچنین انتشار هشدارهای لازم درباره سیل در حالی صورت میگیرد که بر اساس چارت مدیریت بحران در کشور صدا و سیما یکی از اعضای ستاد مدیریت بحران استانی و کشور است و در بحران اخیر که بحران از سطح استان به سطح ملی ارتقا یافته است و حتی استان تهران به عنوان استان معین لرستان تعیین شده صدا و سیما باید به عنوان وظیفه خود در ستاد بحران هم که شده اقدام لازم چه در زمینه امداد رسانی و چه در زمینه های ارائه هشدارهای لازم در این زمینه را انجام میداد. وضعیت صدا و سیما به حدی از نظر اطلاع رسانی وخیم و روی آن ضعیف و غیر امدادی و غیر علمی است که حتی در روز سیل هولناک در استان گلستان کارشناس هواشناسی تلویزیون از بارش های محدود در استان و مناسب بودن شرایط جوی در استان خبر داد. آن هم در حالی که گزارش های دقیق هواشناسی چند روز بود از شدت بارش ها در استان خبر داده بودند. عدم پوشش خبری مناسب فاجعه سیل در کشور حتی توجه عموم مردم در کشور را نیز به این حادثه جلب نکرده است کارشناسان میگویند اگر اطلاع رسانی درست از طرف صدا و سیما صورت بگیرد و صدا و سیما طبق وظیفه خود فاجعه را به درستی بازنمایی کند افزایش کمک رسانی مردم می تواند حتی سرعت امداد رسانی در مناطق آسیب دیده را افزایش دهد و موجب سرعت عمل در بهبود شرایط در منطقه بشود سکوت خبری صدا و سیما در حالی صورت میگیرد که در حوادث عادی در جهان با وقوع بحران شبکه های ملی به حالت آماده باش در می آیند و با پوشش خبری گسترده لحظه به لحظه وضعیت را از طریق شبکه به اطلاع مردم می‌رسانند سیل مهیب ایران بالاخره به خوزستان رسید حدود 100 روستا در استان خوزستان که در حاشیه رودخانه های دز، کرخه و کارون قرار دارند تخلیه شدند و سیلاب همچنان در حال پیشروی به شهرهایی است که مردم این روستاها در آنها استقرار یافتند. تخلیه استراری در خوزستان به سختی انجام شد و پیچیدگی های فراوانی داشت و این هشدار همچنان وجود دارد که شرایط در منطقه به لحاظ امنیتی بحران شود با وجود آمادگی فراوانی که به علت موقعیت خاص خوزستان و همچنین وضعیت استراری استان و ویژگی های خاص سیلاب در خوزستان وجود داشت پیشروی سیل در حاشیه رودخانه ها و به ویژه رودخانه کارون برخلاف انتظار رخ داده و رو به پیشروی دارد گزارش های محلی حاکی ها است که آب کارون در احواز به شدت بالا آمده و همچنان خطر آب گرفتگی منازل هاشیه کارون این مناطق را تهدید می کند. به منظور آمادگی به یکی از بیمارستان های شهر احواز هم هشدار تخلیه استراری داده شده بود. هم وجود تأسیسات نفتی در منطقه و هم شرایط خاص فرهنگی و امنیتی در خوزستان از جمله مواردی است که در کنار شرایط خاص سیلاب در خوزستان شرایط را در استان به شدت استراری کرده است پیش بینی شده بود سیلاب خوزستان نسبت به سیلاب لرستان وسیعتر و خطرناکتر خواهد بود به این علت که علاوه بر بارش ها و تقیان های منطقی خوزستان سرریز سیل لورستان نیز وارد خوزستان خواهد شد و برف آب های زاگروز در اثر گرما نیز به آن افزوده خواهد شد و سیلاب مهیبتری ایجاد خواهد کرد. ده ها روستا در اطراف رودخانه های خوزستان به زیر آب رفتند و تمامی اموال، خانه ها و مزارع و کشاورزی آنها نابود شده است. رئیس جمهوری یک هفته قبل از این با حضور در خوزستان به مردم وعده داد نگران زیر آب رفتن مزارع و خانه های خود نباشند و دولت همه را تمام و کمال جبران خواهد کرد منتقدان بعید می دانند که دولت بتواند یا بخواهد این حجم وسیع از ویرانی را جبران کند همچون بقیه ی حوادث طبیعی تعدادی وام بلاعوض یا با بهره کم به روستاییان و کسانی که زندگی و دار و ندارشان در اثر هدایت عمدی آب توسط وزارت نیرو از بین رفته پرداخت خواهد شد و مردم با آوارگی ها و فقر و کشاورزی نابود شدهشان باقی خواهند ماند. در شرایط عادی هم مردم این مناطق سال هاست با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم می کنند و با وجود تحمل همه مسائب نفت در استان بهره ای از آن نبردند. کارشناسان اعتقاد دارند شرایط بسیار وخیم تر خواهد شد و سیل مشکلات اقتصادی منطقه را به شدت تشدید خواهد کرد و ناامنی و بحران های اجتماعی را در منطقه خواهد افزود. <applause> پس از چندین روز قطع ارتباط معمولان با بقیه بخش های استان لرستان و گرفتار ماندن مردم محاصره شده در سیل و نبود امکان امدادرسانی به شهر معمولان روز پنجشنبه بالاخره یک راه ارتباط زمینی با این شهر گشوده شد و به گفته مهران قربانی معاون سازمان راهداری کشور شهر معمولان از محاصره سیل خارج شده و نخستین ناوگانهای راهداری روز پنجشنبه وارد این شهر شده است بنا به گفته راهداری این اقدام موجب شده است تا شهر معمولان از بنبست خارج شود و امکان امداد رسانی های بعدی به شهر فراهم شود گزارش هایی که از شهر معمولان منتشر میشد، و اظهارات مردم در معمولان حاکی از این بود که شرایط در این شهر به شدت بحرانی است. مردم اعلام میکردند گرسنه و تشنه هستند و مسئولین اعلام میکردند که به هیچ عنوان راه امدادرسانی به شهر وجود ندارد. با این وصف بسیاری اعلام می کنند هنوز روستاهای زیادی در اطراف پل دختر و معمولان هستند که در محاصره سیلاب گرفتار ماندند و شرایط در آنها به شدت بحرانی است و مردم در زیر سیل مدفون شدند گرچه عوامل محلی بسیاری از این روستاها را قبل از وقوع سیل تخلیه کرده بودند اما برخی ادعا می کنند روستاهایی هم هستند که در بخبوه اطلاع رسانی و تخلیه استراری چند روز اخیر مورد قفلت قرار گرفته و تخلیه نشدند و اکنون مردم ساکن در آنها گرفتار شدند در این حال مقام های استانی تاکید دارند همه این روستاها تخلیه شدند و در روستاهای محصور در سیل که ادعا می شود دسترسی به آنها غیر ممکن است افرادی حضور ندارند و تنها خود روستا از بین رفته است. با وجودی که تعداد کشته شده های سیل اخیر تا کنون حدود 70 تن عنوان شده است اما برخی ادعا می کنند تعداد کشته شده ها بسیار بیش از این مقدار است و سیل افراد زیادی را با خود برده است تحلیلگران تاکید دارند تا زمانی که لایروبی به طور کامل انجام نشود و سیلاب کاملا پرو ننشیند نمیتوان ارزیابی درستی از تعداد کشته شده های سیل اخیر به ویژه در پلدختر و بقیه بخش های لرستان داشت برخی اخبار تایید نشده حاکی از این است که تا آخرین لحظات حجوم سیلاب بسیاری از افراد در بالای پشت بام های منازل خود در پل دختر حضور داشتند و اکنون با زیر آب رفتن سقف خانه هایشان از وضعیت آنها هیچ خبری در دست نیست استانداری ادعا می کند امکانات به اندازه کافی وجود دارد و چون امکان دسترسی نیست نمیتوان به مردم امداد رسانی کرد این در حالی است که استانداری و سازمان مدیریت بحران کشور که ستادهای بحران در استانداری های کل کشور را نیز فعال می کند و زیر نظر او قرار دارند در سیل اخیر و به علت ناهماهنگی های موجود به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند تعلل ستادهای بحران استانی در امدادرسانی سریع و انجام هماهنگی های لازم برای سرعت بخشیدن هماهنگ از جمله انتقادات مهمی است که در این رابطه عنوان می شود ضمن اینکه کارشناسان تاکید می کنند بهانه استانداری و ستاد بحران استان برای عدم امکان امدادرسانی به روستاها و جاهایی که راه ارتباطی با آنها قطع شده است توجیه کافی برای عدم امدادرسانی به مردم گرفتار نیست چون در شرایط اضطراری که این نهادها باید بتوانند همه ظرفیت خود را برای بهبود شرایط و امدادرسانی به کار گیرند و از هر گونه کمک داخلی و خارجی و بسیج و همه امکانات در سطح ملی برای خارج کردن مردم از شرایط بحرانی بهره بگیرند. عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی که در جلسه ویژه بررسی آخرین وضعیت سیل و مناطق سیل زده و اقدامات انجام گرفته توسط مسئولین که در حضور علی خامنه ای برگزار شده بود شرکت داشت در مصاحبه ای گفت رهبر انقلاب به نکته به جا و به موقع اشاره کردند و فرمودند این بحران های اخیر دقدقی ما نیست هست. سیل تمام می شود و حادثه عبور می کند ولیکن مشکلات باقی می ماند و خسارت جانی و خسارت مالی و همچنین آلام و درد مردم توسط اقدامات به موقع دولت و دستگاه های اجرایی تسکین خواهد یافت. رحمانی فضلی در رابطه با رفع دقدقه های رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرد در حال حاضر در مرحله مقابله قرار داریم بعد از خدمات رسانی اولیه و تقویت سطح خدمات تمام دستگاه های متولی باید اقدامات لازم را طبق زمانبندی مورد نظر انجام دهند تا از برنامه عقب نمانند و همچنین به تمام نگرانی ها و نارضایتی های مردم پایان دهند وزیر کشور در آخر وظیفه دولت را در این زمینه هماهنگی و همدلی تمام ارگان برای رسیدن به نتیجه مطلوب معرفی کرد. اقدامات نهاد رهبری در ایجاد ممانعت در حضور نیروهای کارآمد در دولت که به اسم مقابله با عناصر فتنه مطرح می شود نقش مهمی در مدیریت دولتی ناکارآمد دارد. علاوه بر این دستندازی های های قدرت در منابع طبیعی و ساخت ساختمان ها و پادگان ها در کنار مسیل ها خود باعث برخی از این مسائب بوده است که معلوم نیست چگونه میخواهند آن را حل کنند روحانی در سخنان دیروزش تعنه هایی در این مورد مطرح کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در توییتی اروپایی ها را مورد انتقاد قرار داد. ظریف در توییتی نوشت بعد از گذشت یک سال از کنارگیری غیرقانونی ایالات متحده از برجام اروپا نمیتواند اراده سیاسی برای مقابله با تروریسم اقتصادی ایالات متحده گرده هم آورد. حتی نه از طریق ایجاد یک کانال بانکی برای کمک های بشر دوستانه. وی افزود به جای این کار سه کشور اروپایی مشغول جلب رضایت دانلد ترامپ از طریق فشار به سازمان ملل متحد در ارتباط با توانمندی های دفاعی ماست. رسانه ها روز گذشته گزارش دادند که آلمان، انگلیس و فرانسه در نامه به سازمان ملل متحد فشار بیشتر به برنامه موشکی ایران را خواستار شدند، این در حالی است که ایران معتقد است که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که توافق هسته ای ایران را تایید کرده محدودیت الزام برای برنامه موشکی ایران به جز ساخت موشکهایی با قابلیت حمل کلاکک های ای در نظر گرفته نشده است که در این مورد هم ایران اقدامی نکرده است. کریمی قدوسی نماینده مجلس از مشهد که عضو جبهه پایداری است و روابط نزدیکی با بیت رهبری نیز دارد در اظهارات جدیدش عامل تمام بدبختی های حال کشور را احمدی نژاد دانست او گفت محمود احمدی نژاد در دولت نهم خود با سردادن شعار گفتمان امام و رهبری از طبقه پایین جامعه و مستضعفان رأی بسیار گرفت اما در دور دوم انتخابات دولت همه چیز تحت نفوذ جریان لیبرالیسم بود قدوسی بر این باور است که احمدی نژاد همیشه به دنبال باجخواهی و باجگیری از نظام و حکومت بود او بازار ارز و برخی کالاهای مهم را به عمد رها می کرد تا اوضا به هم بریزد و در آن آشفت بازار به تواند به مقاصدش برسد و آن هم گرانی اقلام ضروری بود قدوسی در ادامه گفته هایش به نکته ای اشاره می کند که مشخص می شود در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد علی خامنه ای دیگر به مانند قبل از وی حمایت نمیکرد. او میگوید روزی احمدی نژاد در سالهای آخر ریاستش به محضر آقا رسیدند و رهبری درخواست تیریبون کردند. تیریبون را آوردند و آقا به مدت 20 دقیقه به نصیحت احمدی نژاد و عملکرد غیر معمولش پرداخته بودند و آقا اجازه صحبت به رئیس جمهوری نداد. قدوسی سپس اشاره می کند که شش دقیقه های رهبری به طور همزمان به صورت مکتوب به دستم رسید و وقتی آن را خواندم دیدم آقا به احمدی نژاد گفته است چقدر گفتم به شما که قهرمان شدن راه دارد و شما گوش نکردید و راه خود را رفتید یعنی راهی که دنبال کردید این نبود که گفتیم کریمی قدوسی در حالی از احمدی نژاد انتقاد می کند که بیشترین تخریب نظام در دور اول وی ایجاد شد که مورد حمایت جناهای اصولگرا، جبهه پایداری و رهبر قرار داشت. به گزارش رویترز یوکیا آمانو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا مجددا بر پایبندی ایران به برنامه جامع اقدام مشترک برجام تاکید کرد. آمانو در این مصاحبه گفت من فعالیت های متناقض با توافق هسته ای ایران مشاهده نمی کنم ولی باید بسیار بسیار دقیق نظارت داشته باشیم. وی افزود بازرسان ما به تمام تأسیسات و مکانهایی که نیاز به بررسی باشد دسترسی دارند آمانو با انتقاد از خروج دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام تصریح کرد ایران تا همین الان به اجرای کامل توافق پرداخته است ایالات متحده یک کشور مهم است و البته که خروج آن از برجام تاثیر جدی بر تحولات آتی میگذارد به گزارش رویترز چند دیپلمات در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کردند بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا از انبار اتمی مخفی در ایران بازدید کردند که بنیامین نتانیاهو سپتامبر سال گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مورد اشاره قرار داده بود یکی دیگر از این دیپلمات‌ها افزود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته بیش از یک بار از مکان مورد اشاره بازدید کردند دیگر دیپلمات ها بدون اشاره به زمان بازدید به حضور بازرسان آژانس در این مکان اشاره کردند به نوشته رویترز یک مقام ایرانی که به نام آن اشاره نشده گفته است ما هیچ چیزی برای پنهان کردن نداریم و هر گونه اجازه دسترسی تاکنونی آژانس در چارچوب قوانین و مقررات بوده و هیچ چیزی فراتر از آن صورت نگرفته است رویترز به نقل از چند دیپلمات افزود گرچه هنوز نتایج تجزیه و تحلیل و نمونه برداری از این انبار اعلام نشده اما اجازه دسترسی بازرسان آژانس به این مکان نشان میدهد که ایران همچنان به اجرای برجام پایبند است.